آینه با متخصصی. برنامه از مجتبا دشتی. که زد وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند، وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن، وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن، وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود با امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان فهیم برنامه آینه با متخصصین.
از اینکه موج ما را انتخاب کرده اید سپاسگزار و ممنونم و امیدوارم در این روز پاییزی تنور دلتون گرم و زندگیتون سرشار از آرامش و خدایی باشد. من مرتضی عامری هستم و امروز در خدمتتون هستیم با برنامه و یک موضوع دیگه از سلسله مباحث آینه با متخصصین. کارگاه متریس که توسط آقای مشتبه دشتی آسیب شناس اجتماعی برگزار شده رو برای شما نازنین مخاطبین در 8 هفته متوالی براتون در نظر گرفتیم که اولین قسمتون رو تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان میکنیم و زیاد منتظرتون نمیذاریم. با هم میریم و میشنویم. با نام و یاد خدا جلسه کارکرد ماتریکسمون رو شروع میکنیم. به تمام دوستایی که اینجا حضور دارن خیلی مقدم میگیم، انشالله که بتونیم یه جلسه رو با هم پیش ببریم که کمک بکنه که یه مقدار اون گره های ذهنیمون کنار گذاشته بشه و بعد بپردازیم به فرایند بهبودی. اینه که یک رواله، ماتریکس یک واژه‌ای که مفهومش میشه ابهام زدایی، یعنی ما میخوایم توی مسیری شما رو قرار بدیم، صحبتهایی رو که میکنیم، چیزهایی رو که میخوایم توی این جلسه عنوان بکنیم، همش از یک نقطه شروع میشه و توی نقطه پایان میگیره. نقطه ابتدایی این کار آشنایی ما با مواد مخدر و در انتها ما میخواییم برسیم به انگیزهی برای بهبودی. حالا ما سعیمون همه هستش که برنامه رو ضبط بکنیم و اگر احساسی دارید بیان بکنید، اما از الفاظ مناسب که برجد اگر کسی همشنونده صحبتهای ما هستش، برجد ما افراد مختلفی شاید بشینند این صحبتهای ما رو بشنوند، همچنین رادیو محترم آینه که حمایتگر ما بودن در این سالها این برنامه رو داشته باشیم. با دعای آرامش جلسمون رو شروع کنیم. خداوند را خداوند را آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. ما تو جلسات ماتریکسمون میخوایم این پارامترها رو پیش ببریم. یکی که میخوایم آشنایی با مواد مخدر داشته باشیم، با انواع مواد مخدر. حالا شاید توی ذهن تک تک ما این گنجونده بشه که چرا در رابطه با کل مواد مخدر، ما میخوایم آثار سوء مصرف مواد مخدر رو بررسی بکنیم. نه تنها برای من، هر فردی که تو این جامعه هستش به نظر من به فراخور سنش و به فراخور اون در معرض آسیب بودنش نیاز هستش که آگاهی پیدا بکنه. اصلا بحث شناخت و آسیب‌های اجتماعی مخصوصا اعتیاد ارتباطی به این نداره که من معتادم، همسرم معتاده، بچه‌م معتاده. شاید در آینده کسانی نیازمند این باشن که باید اطلاعات پیدا بکنن. من وقتی بدونم که در رابطه با یک مواد مخدر چه آثار زیانباری رو بر روی جسم من، فیزیک من وارد می‌کنه، قطعاً شاید یه تلنگری برای خودم باشه و شاید اگر خانواده من اطلاع داشته باشه نوع برخوردش با من با توجه به نوع مصرفی که دارم قطعاً برخورد مناسب خواهد بود. و ما همه هدفمون اینه که مداخله سالم خانواده بکنه و بیاد حمایت سالم رو از بیمارش داشته باشه. ما این آشنایی با مواد مخدر رو گذاشتیم تو مرحله اول که از شما سوال کنیم با چه مواد مخدری شروع کردین، میشناسین. بعد میایم در رابطه با اون قربانی شدن هایی رو که ما در کودکی تا به امروز تحمل کردیم. جلسه ای رو که داریم شاید بحث اصلی ماتریکس ما شروع میشه توقف چرخه مصرفمونه، چه کار بکنیم این اتفاق بیفته و متوقفش بکنیم. شناسایی برانگیزاننده های درونی و بیرونیه، چه چیزایی از بیرون به من القا میشه که من به سمت مصرف برم. مثلا دیدن یک پوکه قرص در ذهن من تداعی میکنه اون نوع مصرفم یا لغزش رو برای من سهل الحصول تر میکنه. یا برانگیزاننده های بیرونی درونی مثل خشم، غم، اندوه، افسردگی، اینا چه تأثیری داره، اینا رو میخوایم بررسی کنیم. شیمی بدن و نقشه راه بهبودی رو ما میخوایم بگیم. میخوایم بگیم کاری رو که شیشه یا انواع مواد محرک روی مغز میکنه چه اتفاقی میفته و چه شرایطی برای ما به وجود میاد. مراحل بعدی که میخوایم صحبت بکنیم بی‌اعتمادی خانواده است، کاهش انرژی و چند تا موقعیت خطرساز رو میخوایم بهتون در روزهای آینده و شاید بر جلسات بعدی براتون عنوان کنیم. فعالیت‌های پیشگیرنده از حرکت به سمت اوت، حالا من توی اون
چیزی که خودم دارم و میخوام کار بکنم، حتی بعد از اینکه 12 قدم رو هم اینجا به صورت تیتروار آشناتون کردیم، یه 38 مورد ترانسکورس که در مورد ریکاوری ان ریلپس یعنی بهبودی و لغزش گفته، اونا رو هم شاید تو بچهای قدیمی انجمن بود اون برگاش، الان من فکر نمی‌کنم باشه، اون رو می‌خوایم روش کار بکنیم. در رابطه با الکل می‌خوایم صحبت کنیم، روابط جنسی و اون چیزی که شاید بیشتر فکر فرد معتاد، نه فرد معتاد، تمام آدمایی که روی کره خاکی زندگی میکنن، به قول فروید میگه اگر آدمهایی که در این مکان حضور دارن یا به سکس فکر میکنن یا به مرگ، من اینجا نشستم اگر به مرگ فکر نمیکنم در نهایت تای فکر من به سکسه. چرا؟ چون میخوام اینجا کلاس میذارم، حقوق میگیرم و از دستمزدم میخوام یک سکس مناسب و سالم داشته باشم. سکس و روابط سکسی اعتیادگونه رو میخوایم در رابطهش صحبت کنیم که موجب میشه ما گرایش پیدا کنیم. حتی خود ارضایی، اینجور مسائل هم میتونه به عود بیماری ما کمک بکنه. فکر و احساس و رفتار رو میخوایم بگیم که در کنارش ما میایم تکنیک های توقف فکر رو میگیم که حالا دوستای دیگه بودن تو جلسات قبلی دیدن که ما تکنیک هایی رو که استفاده کردیم میتونسته تغییر جهت بدیم. موقعی که من وسوسه مصرف مواد مخدر میاد سراغم چه کار بکنم، با این تکنیک های فکری من راه رو پیش میبرم. در رابطه با مرحله دیوار میخوایم صحبت بکنیم که سومین مرحله در 4 مرحله که ما در نظر گرفتیم که به قول معروف قطع مصرف و بهبودی ابتدایی و اولیه، و بعد از اون میایم در رابطه با ماه عسل و مرحله سوم که دیوار هستش میخوایم براتون صحبت کنیم که تو اون دوره یه برزخی سراغ ما میاد و دوباره اون رفتارهای گذشته شاید توی ذهنمون تلنگر میزنه و ما رو میخواد به پله‌های لغزش نزدیک کنه. اینها رو میخوایم بگیم. آشنایی با 12 قدم هم به طور مفصل من تو 3 جلسه براتون عنوان میکنم. احساس بی‌حوصلگی و همچنین عود بیماری که منجر به عود و ریلپس میشه میخوایم بگیم. رفتارهای مرتبط با اعتیادمون رو میخوایم بررسی بکنیم و شرم مصرف، اراده یا هوش و مدیریت خشم و مهارت جرأت ورزی، نگفتن به کسی که به من مواد تعارف میکنه، کسی که به من پیشکش میخواد بکنه، این راه اعتیادی رو که بارها و بارها ازش ضربه خوردم و اینجا هستم و هر کدوم از ما حالا به فراخور این تایمی که اینجا بودیم میدونیم دوستایی هستن اینجا چندین بار لغزش کردن و اینجا هستن و این رو ما میخواییم یاد بدیم و در نهایت میخواییم انگیزهی برای بهبودی داشته باشیم. این از یه مقدمهی بود که ما میخواییم این کار رو پیش ببریم. از اینم که اینجا هستین، حالا میخواییم بگم با تمام شرایط بدی که دارین، شاید توی حصاری باشین، آزادیتون سلب شده باشه، اما یا بل اجبار یا خواسته یا ناخواسته، البته ما تمام تمرکزمون اینه که در درون شما تمایل و اشتیاق رو بارور بکنین، چون تمایل و اشتیاق اجازه میده شما تو فرایند بهبودی باقی بمونین. بدون این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و اگر هم اینجا هستید، تمام ذهنتون رو متمرکز این کنید که چیزی رو یاد بگیرید که بیرون از این درها بتونید با این قضیه ارتباط داشته باشی. البته خود جلسات ماتریکس برای گروه‌هایی گذاشته میشه، برای افرادی گذاشته میشه و گرد هم میان که بتونن بیرون از این محیط باشن و در شرایط قرار بگیرن. وقتی ما در رابطه برانگیزاننده ها صحبت میکنیم، شما تو اینجا برانگیزاننده زیادی ندارین، توی روال روتین شده و معمول شده هر روزی دارین، صبح بلند میشین، صبحونه میخورین، جلسه میرین، بعد برمیگردین. اما این یه حالت توانمندسازی رو میخوایم به شما بدیم. حالا همونطور که من گفتم تو قسمت اول که ما میخوایم در رابطه با مواد صحبت بکنیم، بهتر آشنایی داشته باشیم. شما چند نوع مواد رو میشناسید قاسم؟ من خیلی. مثلا دستبندی میتونی بکنی که نوع مصرف خودت چی بود؟ هشیش. میدونی جزء چه دسته ای از مواد هستن هشیش؟ شما تو چه چیزی مصرف کردین؟ هروئین و شیشه. میدونستی تو چه دسته ای از مواد هستن؟ سنتی. خب همینقدر کافیه. شما؟ تریاک. میدونی جز به کدوم دسته از مواد مخدر بودن؟ گیاهی تریاک. خب این گیاهیش حالا خوبه یه قسمت، اما همه ای ما داریم. وقتی میگیم چند دسته مواد مخدر داریم، دسته ها با نوع مواد مخدر متفاوته. حالا ما میخوایم در رابطه با این فقط مخدرها نه، یا میخوایم ما همه رو بیاریم توی مجموعه چیزهایی که در اون آدم رو به هم میریزه، اون فعلا انفعالاتی که روی سیستم اعصاب به وجود میاره، سیستم گوارش به وجود میاره، سیستم
به قول معروف تنفسی ایجاد میکنه. همه اینا دستبندی های متفاوتی دارن به نوع تاثیرگذاریشون و نوع درآمد. حالا من یه تعدادی رو میخوام به شما بگم که بدونین که ما موادی رو که مصرف کردیم جزء کدوم دسته از مواد مخدر بود. حالا بعضی از دوستان شاید تو ذهنشون ایجاد بشه که خب حالا چه لزومی داره که ما همه مواد مخدر چهار تا چیز دیگه هم یاد میگیریم. نه، ما میخوایم بیشتر با عوارضش آشنا بشیم، از نوع دسته مواد مخدری که مصرف کردیم چی بوده و آثار زیانبارش چه چیزی میتونه باشه. ما دسته مواد مخدر رو که بخوایم دسته بندی بکنیم، توی قسمت اول مواد افیونی، مواد افیونی یا سستیزاها، مثل چی؟ خب دیگه هروئین دیگه، خب اون هم، اون البته باز اون رو هم باز اشاره خوبی کردی، من اون رو توضیح میدم. ببین مواد افیونی سستیزا دو دسته داریم، دو دسته داریم، یعنی منشأشون، منشأ طبیعی داره، منشأ مصنوعی یا صنایعی داره. این منشأ طبیعی، ما مواد افیونی موادیه که سیستم بدن رو اولا که خواب آوره، سستی ایجاد میکنه، رخوت، این حالت ها رو داره و حالت ریلکسیشن داره، سیستم مغز رو میبره به سمتی که تو آرامش قرار میگیره. حالا منشأ طبیعی داره و منشأ صنایعی داره. ما میگیم منشأ طبیعی مواد افیونی چیه؟ به استحصالات گیاه خشخاش. استحصالات گیاه خشخاش چه چیزایی میتونه باشه؟ تریاک، با من همراهی کنین دیگه. نه 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 نه، شیره، نه نه، اونم باز میره تو اون قسمت سوخته تریاک، یا با قول معروف هر چیزی که توی از استحصالاتش. و حتی خود گرز تریاک رو هم بعد از این که خشک میشه، حالا تو خیلی جا به عنوان علوفه برای دام استفاده میکنن، تو خیلی جاها اینا رو هم دوباره میارن روش یک فرایندی انجام میدن، تبدیلش میکنن به پودر و خود این هم تأثیرات تخدیری داره. اما منشأ صناعیشه، منشأ صناعی مواد افیونی یا سستیزا، یعنی این مواد طبیعی رو میبرن داخل آزمایشگاه یا لابراتوار، فعل و انفعالاتی رو توش انجام میدن، اسید میزنن، نمیدونم قلیا میزنن، باز میزنن، یه چیزایی رو بهش قاطی میکنن، تبدیل میشه. منشأ صناعی اینا مثل هروئین، حالا کراکو میگم، چرا کراک دو تا مدل داریم، ما اونو خدمتتون الان میگم، هروئین، پتیدین، مورفین و و اینا که از استحصالات، اما توی فرایند لابراتواری قرار گرفته و تبدیل شده به این. تأثیراتش مثل اونه ولی درصدش بیشتره، تخریبش به مراتب بیشتره. دوستمون فرمود کراک، بله کراک توی ایران جزو دست مواد افیونی و سستیزا هاست، اما کراک مرک جزو محرک هاست که باید از کوکائین گرفته بشه. اما در ایران هروئین فشرده شده رو تبدیل به کریستال میشه و بهش ما میگیم کراک ایرانی، که اون موقعی که قطع مصرف میکنید همراه با دلپیچه در سیستم گوارشی به هم میریزه، بعد دل دردهای شدید، سرگیجه، دردهای روماتیسمی و عضلانی، همه اینا از عوارضش هستش. دوشاری میشه که خود مصرفش موجب این میشه که ضربان قلب کاهش پیدا کنه، تنفس هم تو بعضی قسمت ها شدت پیدا میکنه، تو بعضی قسمت ها میاد پایین. تاثیرات عوارضش اینجوریه، نوع استفادهش هم همه هم متفاوته، تریاک به صورت کشیدن یا تدخین، به صورت استنشاقی نیست، به صورت خوراکی، و در نهایت بر بعضی موارد هم مشاهده شده به وسیله تزریقی هم حتی استفاده کرده. شیره تریاک معمولا میخورن و میکشن، حالا خود شیره رو قطعا با وافور نمیکشن چون به خاطر که حیف و میل زیاد نشه و آره اینه که اینجوریه. و هروئین از طریقش میشه هم به صورت تدخین، هم تزریق و هم مشروب.
استنشاقی یا مشامی که دوستمون فرمودن، مورفین از طریق تزریقی هستش، بتادین همینطور و دیگر مواد صنایع دیگری رو که میشه ما نام ببریم. پس این شد گروه افیونی و سوسیزا، دسته اول ما. دسته دومی رو که ما میخوایم در رابطه صحبت بکنیم مواد توهمزاست یا توهم افزا. توهمزاها چی هستن؟ توهمزاها میان توی سیستم عصب مرکزی اختلال ایجاد میکنن، موجب هذیان میشه فرد، موجب حتی افت فشار هم داریم، یه جاهایی هم به خیال پردازی که خمیرمایه کلیه معتادین هستش دامن میزنه و توی توهمای ناشی از مصرف میبردشون و مثل محرکا فرد رو سایکوز میکنه که گاهی مواقع با مصرف بیش از اندازش نیاز میشه داروهای آنتی سایکوتیک هم استفاده کنه. توهمزاها هم دو دسته داریم، دسته طبیعی و مصنوعی. ما به استحصالات گیاه شاهدانه میگیم کانابیس، جزو کانابیس هاست. کانابیس ها میتونه چرس، گراس، ماریجوانا و و و خیلی چیزای دیگه باشه. بله، حالا من اون رو میگم که اونها یه سری مواد مخدر هست و حتی ما گل رو هم چون از گیاه تو قسم شاهدانه است، اما این گیاه یا گل آرتا که بهش میگن، بعد اولین بارم که در ایران اومد در شیراز کش شد و این گیاه وقتی که شاهدانه به اون حدش رسید، اولا که تغییر ژنتیک یافته، خودش دیدین که برجد بعضی از گیاه ها رو شما مثلا الان میبینین هلوه انجیری یا شلیل انجیری هم داره. این تغییراتیه که روی گیاه شاهدانه انجام دادن و 8 برابر خود مواد مثل گراس یا ماریجوانایی که قدیم بود، 8 برابرش اثرات تخریبی و توهمزایی داره. اما همین گل رو بدونه کمان، همین گل رو میان زیرش به واسطه مواد محرک اسپری میکنن، اون موقع دیگه تأثیراتش توهمزایی نیست، فقط توهمزایی و محرکی، هم توان افزاست هم توهمزاست، که کارهایی که انجام میدن مخصوصا تو مواد دیگه، حالا یه سری قسمها رو ماها نمیدونیم، تیتاخ و نمیدونم چیزهای دیگه که هستش، تأثیرات خیلی بدی رو میذاره که کارهایی رو میکنن که شاید اصلا به فکر آدم هم نرسه. پس این شد تو این قسمت. ما حالا توی قسمت هایی که باز میخوایم بگیم داریم گیاهایی که شاید هنوز خیلی از کارشناسان چون باش برخورد نداشتن تأثیراتشون نمیدونن. ما مثلا بعضی مواقع مواد ناس رو که از یک گیاهی که معمولا در افغانستان و پاکستان ساخته میشه، وقتی برگ تازهش رو میجون احساس تندی بیش از اندازه میکنن توی قسمت‌های دهان و کام که از طریق لثه ها وارد گردش خون میشه و حالت ریلکسیشن و به نوعی آرام کننده داره. اما خود اونها رو گاهی به عنوان توهمزا از چیز محرک ازش استفاده میشه، توان افزاست. بعضی از کشورهای به قول معروف همسایه ما که اینجا کار به اصطلاح کارگرشون کار میکنن، این رو میندازن و استفاده میکنن، نمیدونن. بعضی از دوستان من حتی دیدم توی مراکز هم میان مثلا برای اون بیمارای تبعی افغانستانشون میرن از اینجا چهارای مولوی میگیرن میارن، اما این یه نوع مواد مخدره. این از این قسمت. حالا ما توی قسمت مصنوعی توهمزاها داریم LSD DET
دی، ام تی، اینا موادی هستن که از خانواده LSD هستن که اینا توی لابراتوار درست میشن و تاثیراتشون این هستش که کارهایی که انجام میدن شاید خودش توی لحظه ابتدایی این اتفاق رو ایجاد نکنه تو ذهن فرد، اما به مراتب که مصرف میکنه این مواد موجب میشه رفتاری ازش سر بزنه که غیر قابل پیشبینی باشه، رفتار پرخطر، قدرت ریسک رو میبره بالا. چون تو توهم در بینایی هست، در شنیدار هستش، کارهایی رو انجام میده که تو حالت عادی نمیکنه. با کسانی درگیر میشه که مثلا فکر میکنه حرف بدی از طرف مقابلش شنیده یا چیزی رو میبینه که واقعیت نداره، توی اون اختلال در بیناییش به وجود اومده و موجب آسیب‌های اینطوری هم میشه. اینم شد از قسمت توهم‌زاها یا کانابیس‌ها. ما یه نوع دیگه ای رو هم خدمتتون معرفی بکنیم و بگیم دسته اصلی که امروز آسیب بسیار زیادی به جوانان و آدم‌هایی که دور و بر ما هست و حتی خود ما وارد کرده، دسته مواد محرک‌هاست. محرک‌ها هم مثل این دو دسته‌ای که بالا صحبت کردم، هم قسمت طبیعی داره هم صنایعی داره، به صورت مصنوعی در لابراتوار ساخته میشه. حالا این از چیه؟ اون دوتا گفتیم، افیونیا گفتیم که از استحصالات گیاه خشخاش بود، توهمزاها یا کانابیس ها گفتیم که از استحصالات گیاه شاهدانه بود. اما محرک ها از چه گیاهی گرفته میشه طبیعیش؟ از برگ گیاه کوکا، که وقتی این رو خرد میکنن توی دمای 80 درجه میجوشونن و بعدش اون پودری که ازش به دست میارن تبدیل میشه به کوکائین. کوکائین یک مواد توان افزا و محرک هستش، قدرت تحرک بیش از اندازه میده، فرد احساس میکنه که قدرتمنده و شاید در ابتدا خوب باشه، بتونه به نیروهای فرد کمک کنه. اما ماها یه چیزی رو داریم به نام تلورانس، آستانه تحمل نسبت به مصرف مواد مخدرمون بالا و پایین میشه. هر چقدر مصرف میکنی، حالا من تو فرایندهای مغزی میگم که چه اتفاقی میفته که ما میاییم مواد رو بیشتر مصرف میکنیم. حالا تا بخوایم برسیم به اون درسی رو و اون موردی رو که داریم، من سریعا بگم این رو براتون. گفتیم که تو سیستم مغز وقتی که مواد مخدر، حالا شما تو حالت طبیعی گفتیم 100 تا ما دوپامین ترشح، یک بریده کیک میخوریم یا یک قطعه کیک میخوریم، این دوپامین ها 200 تا خارج میشه، تریاک میکشیم 400 تا، یه رابطه سکس 700 تا، شیشه مصرف میکنیم و محرک مصرف میکنیم 1200 تا. کار دوپامین چیه؟ دوپامین توی کیسه هایی هستش موقعی که مواد مصرف میکنیم تو فضای سیناپسی مغز، و وقتی که مواد مصرف میکنیم میاد از این کیسه دوپامین خارج میشه، ما اینجا 1200 تا نیاز داریم، میزنه 1200 تا بیرون، بعد باید بیاد اینجا خودش رو درگیر کنه با گیرنده های عصبی. من خیلی علمی نمیخوام صحبت کنم، سریعا برای اینه که خیلی یه جوری همه فهم باشه. این وقتی میاد برمیگرده میخوره به گیرنده های عصبی، دوباره باید برگرده تو این کیسه. وقتی که 1200 تا ما تولید میکنیم، میخواد برگرده با اون سرعت سر جاش، تو اینجا یه تجمعی ایجاد میشه. این 1200 تا همش نمیتونه بره تو سر جاش تو کیسه، یه قسمتایش بیرون میمونه. بعد مغز فکر میکنه این یک موجود خارجی یا یک جسم خارجیه، شروع میکنه به نابود کردن اونها. به خاطر همینه که دوپامین کم میاریم، به خاطر همین هم هستش که ما هر چقدر این مصرف میکنیم هی جا داره بیشتر مصرف کنیم. اینه که اون حالت آستانه تحمل رو ما میگیم میبره بالاتر. خب ما در رابطه با قسمت طبیعی محرک ها گفتیم که برگ گیاه کوکا که ازش کوکائین میگیرن و کوکائین مرچ. دوستمون اشاره کرد به کرک. کرک در اصل از کوکائین گرفته میشه، اما در ایران اومدن اون کارو کردن و اسمش رو هم کرک ایرانی گذاشتن، در صورتی که کرک باید یک ماده محرک باشه نه یک ماده مخدر افیونی.
خب ما همه اینا رو داریم قرارشو میدیم تو ماده مخدر نارکوتیس ها، اما چیزی که هستش اون تو اون قسمته. اما میایم تو قسمت صنایعش. صنایعش چه چیزایی میتونه باشه؟ محرکا، خبره این دیگه همه شما، شیشه یا همون کریستال با اسمای مختلف، شابو فلان و غیر و ذالک، و مت آمفمتامین ها، آمفمتامین ها و دیگر موادی که از این دسته هستن، که حالا اولین بار هم شاید در ایران با اسم شابو وارد ایران شد و از کجا سر در آورد؟ در آرایشگاه های زنانه به عنوان چیزی که فرد میخوره یا مصرف میکنه، اون موقع به صورت با نوشیدنی آره خوراکی استفاده میکردن برای لاغری. چرا؟ چون توان افزاست، قدرت تمرکز بیشتری بهشون میده، فعالیت بیشتری میکنه، و یک چیز خیلی مهمتر هم که هستش توی روابط جنسی خیلی تأثیر داره، مخصوصا برای خانوم ها. و این اینطوری وارد شد و الان امروز ما میبینیم ترکیباتی رو از این میزنن به اون، از اون به این یکی، از افیون به ارز محرک، تلفیق هایی رو از خودشون درست میکنن و مواد جدیدی که هر روزه تو بازار ما نوع جدیدیش رو هم میبینیم. این سه دسته اصلی موادی که ما میخواستیم صحبت بکنیم. اما ما چیزهای دیگه ای رو هم داریم. حزبام ها به گوشتون خورده؟ خانواد دیگه بفرمایید شما. عزیزم کلونستان، دراستان، دیازپام و پام ها. بله. آره. اکثر پام ها رو ما میگیم جزو حزبام ها. خب مثل دیازپام، کلونازپام، فلورازپام، نمیتونم، و داروهای آرام بخش دیگه، باربیروت ها و استروئید ها، همه اینها جزو این دسته موادن. حتی موادی که توی باشگاه های بدنسازی هم استفاده میکنن، به مرور زمان بعضیاشون تأثیرات اعتیادگونه رو تو فرد میگذارن و این جزو این دسته است. کلیه آرام بخش از آمفتیپترین ها، فنوباربیتال ها، باربیوت ها و و همه اینهایی که ما داریم میبینیم جزو اینها هستن. حتی آلپرازورام ها، اینا هم به مرور زمان، شاید بعضی داروهای آنتی آگونیست هم همینطور در نظر. ما میایم یک مورد دیگه ای رو هم داریم. نمیدونم در رابطه با این هلنس ها هم شنیدین یا نه. این هلنس ها، خدا رو شکر، خب خدا رو شکر، این برای آگاهی، دامنه آگاهیتون. میخوام بگم که گاهی مواقع بد نیست اینا رو هم بدونیم. این هلنس ها به مواد استنشاقی مثل لاک بو میکنه، مثل بنزین، مثل رزین، مثل چسب، مثل تینر، چسب کفاشی، اینا همه جزء دسته این هلنس ها هستن. اینها شدن مواد مخدر. پس ما تا الان متوجه شدیم. یه کسی میتونه برای من توضیح بده که انواع مواد مخدر، شما بلند برام بگو. بله، دسته بندی رو میتونی بگی؟ دسته بندی اپیومی ها. بله. بعد از آن بزرگ محرش ها. خوب. توهمزه ها. خوب. و این دو دسته آخری هم که من اضافه کردم. حالا هر کدوم از اینها متفاوته. ببین بچه، ما توی افیونی ها اومدیم تو اون قسمت از مورفین صحبت کردیم، اومدیم از پتدین صحبت کردیم. اینها رو معمولا چه کسانی باهاشون، معمولا کادر پزشکی و پرستاری، منی که توی خیابون هستم، این از در ابتدا به دست من نمیرسه. کسایی که باهاشون در ارتباط هستن بیشتر و نوعش متفاوته. اینی که شخصیت‌های انسان‌ها هم باز متفاوته. اما من یه چیزی رو می‌خواستم اینجا عنوان کنم که در رابطه با تمام این مواد، بعضی مواقع ما میایم از هر کدوم اینا از عوارضشون که اطلاعاتی پیدا کردیم، میگیم حالا بیایم نوع موادمون رو تغییر بدیم، یا کمترش کنیم یا بیشترش کنیم یا نوعش رو تغییر بدیم. من یه مثالی رو برای جلسات قبلی و کلاس‌های قبلی هم کشیدم، برای شما هم میگم. میگم این یک هواپیماست. یک هواپیما اینجا در نظر بگیریم و چند تا صندلی داره اینجا. صندلی‌های متفاوتی داره.
این هواپیما در حال سقوطه. این هواپیمای در حال سقوط رو در نظر بگیریم. خب این هواپیمای در حال سقوط رو شما نگاه بکنین. من میگم که من شیشه مصرف میکردم، حالا میرم تریاک مصرف میکنم، یا من تریاک مصرف میکنم میگم حالا نه ولش کن میرم سراغ الکل، یا الکل مصرف میکردم میرم سراغ حشیش، یا اصلا یه چند تا قرص میگیرم قرص میخورم از این به بعد قرص میکنم، کلوناسپام مثلا میخورم. من میخوام بگم که ما از روی این صندلی بلند شدیم رفتیم روی این صندلی نشستیم، هواپیما داره سقوط میکنه. چه فرقی میکنه من رو کدوم صندلی نشستم؟ هواپیمای در حال سقوط، من حالا اینجا شیشه مصرف کردم خیلی سنگین بود، این طعم دارم میام مثلا از حشیش استفاده میکنم، چه فرقی میکنه؟ داره سقوط میکنه. تنها راهش چیه؟ دقت کرده باشین، یه شاسی اون بغل داره، میزنین اجکت میکنین میپرین بیرون با چتر نجاتتون. حالا امروز هم توقف مصرف، اجتناب پذیری در مصرف و ایمان پذیر بودن میتونه به من و شما کمک کنه که توی فرایند رشد و بالندگی قرار بگیریم. حالا ما توی فرایند اعتیادمون رو داریم بررسی میکنیم که اعتیاد یک بیماریه که از جنبه های مختلف ما رو مورد تهاجم قرار داده، از نظر احساسی، فکری و روحی و روانی و جسمی. اینه که ما در رابطه با این مسائلی که عنوان کردیم و صحبت کردیم بیشتر رو قسمت‌های این بودیم که تأثیرات مواد مخدر اومده روی جسم و فیزیکال ما تأثیر منفی گذاشته، اما ما روحمون رو مورد آسیب قرار دادیم و بخوایم بررسی کنیم برمیگرده به سالیان خیلی درازتر و عقبتر برمیگردیم نگاه میکنیم. شاید بعضی مواد ما میگیم که چند وقت معتادی، اصلا بحث معتاد نیست، چند وقت مصرف میکنی، اما میخوایم بپرسیم که چند وقت معتادی؟ خیلی بچه ها دلایل مختلفی داره مصرف مواد مخدر و رسیدن. ما میخوایم بگیم که شناسنامه بیماری اعتیاد مصرف مواد مخدر، اما از قبلش ما به این بیماری گرفتار بودیم که فرایند رو ما برگردیم تو دوره های کودکیمون رو هم میتونیم بررسی بکنیم و بگیم که چرا از همون موقع بود. حالا من دلایلش رو میخوام خدمتتون بگم. بعضی مواقع یه سوالی در ذهن میشه که آیا اعتیاد موجب مشکلات شده یا مشکلات موجب شده من برم معتاد بشم؟ اعتیاد باز مشکلات شد، هر دوتاش میتونه تأمین بده هم دیگر رو. میخوام بگم خودتون رو درگیر این قضایا نکنید. ما حالا اعتیاد رو داریم، خب، و اعتیاد رو داریم، میخوایم از اعتیاد خودمون رها بشیم، باید سعی و تلاشمون رو بکنیم، یاد بگیریم، آگاهیمون رو ببریم بالا. ما وقتی صحبت میکنیم از صداقت، روشن بینید و تمایل، اینجاست، اینا باید لازم و ملزومه هم هستن، لازم و ملزومه هم هستن، همدیگر رو تأمین میدن. اگر صداقت باشه اما آگاهی نداشته باشیم هیچگاه به فکر قطع مصرف نمیافتیم. همانطور که خودتون شاهد هستین و زندگی گذشتهتون مبین این قضیه هستش که بارها و بارها نگاه‌های صادقانه‌ای هم برای قطع مصرف داشتین، چقدر دخیل بستین، چقدر نذر کردید، چقدر این ور اون ور کردید، چقدر قسم خوردید و چقدر کارهای صادقانه کردید اما جواب نداد، تا موقعی که آگاهی، اما آگاهی باشه اما تمایل نباشه. باید در ابتدا اون تمایل رو در درون خودمون شعله ور کنیم تا بتونیم تو این فرآیند. پس نیاز هستش که اون باشه. بعد یه مورد دیگه ای هستش، ما دلایل داریم. حالا من تو کتاب اعتیاد به انواع مواد مخدرم آوردم، حالا نمیدونم تو کتابخونه اینجا باشه بتونید استفاده کنید یا نه. دلایل فردی داریم، دلایل خانوادگی داریم، دلایل اجتماعی داریم. حالا هر کدومش مهمه، نمیدونم دلایل فردیش میشه ریسک پذیری، نمیدونم رهایی از دنیای نوجوانی، پیوستن به دنیای بزرگسالان، دلایلش میشه گروه همسالان، دلایلش خیلی چیزا، اینا به صورت فردیش میشه خشم، اندوه، فلان و خیلی داره. دلایل خانوادگیش هم دلایل مختلفی هست، گرفتار بودن یکی از اعضای خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، خانواده از هم گسیخته، فرزندان طلاق، خانواده از هم گسیخته، چه خانواده‌ای؟ خانواده‌ای که کانون توجه پدر و مادرشون نزاع و درگیری‌های بین خودشون هستش و در این
خانواده فرزندانن که قربانی این پدر و مادر میشن. دلایل اجتماعی هم هستش، میتونه پدیده اعتیاد رو به بیکاری اطلاق کرد، میتونه شکست تو عشق، بله جزء دلایل فردی میتونه باشه، بله درست میفرمایید. آیدش من همون خانوادگی احساس کنم باشه، ولی از توجه زیاد من پدرم بله. بزایی بود آره. خب حالا برای اون هم ما داریم، البته در حوصله بحث امروز ما نمی گنجه، اما ما میخوایم بگیم که سبک فرزند پروری یکی از چیزهایی هستش. خانواده مقتدر مراقب پاسخگو داریم، خانواده داریم که به نوعی استبدادی زورگوه. پدر طبق روالی بچه باید بلند شه بره مدرسه، طبق روالی باید تمام شب ساعت 12 شب شده از شهرستان میزنه میاد که بچه‌اش صبح مدرسه برسه. آره خاموشی بیداری داشته. اما این خانواده ها قدرت خلاقیت از فرزند گرفته میشه، تعارضاتشون رو خواهر و برادرها با هم حل میکنن، پدر مستبد اینجا حل میکنه. اینا هستش، اینا جزء دلایلی هستش که ما میگیم محبتی هم میشه. بله معتاد یا محبت زیاد بشه یا کم محبتی شده، و اینجا هم ما برای فرآیند درمان میگیم اونایی که بهشون خیلی محبت شده زیر پاشون یه خردی خالی کنیم، بهشون یه تلنگر بزنیم، اونایی که اصلا محبت نشده دست بکشیم سرشون، باهاشون گفتگو کنیم، باهاشون مراوده عاطفی داشته باشیم، تو تا فرآیند قرار بگیره. دلایل اجتماعی گفتیم، بیکاری نبوده، به قول معروف مشاوره و درمان نبوده، آگاهی در سطح اجتماع، اینا همه میتونه دلیل بشه. اما اینو من چرا عنوان کردم؟ به خاطر اینکه اگر من مصرف کردم اینا دخیل بودن، خودم، خانواده و اجتماع. حالا قطع مصرف میکنم، من قطع مصرف کردم، اجتماع نمیاد از من پذیرایی بکنه. تو اجتماعی هستیم که الان اقتصادش بیمار، مشکلات روحی روانی هم در جامعه بسیار زیاده، بهداشت روان اجتماعیمون هم تحت تاثیر قرار گرفته، پس این نمیاد، من چشمم رو از این میبندم. خانواده‌ام برجه تا حد و حدودی به من کمک کرده، اما اینه که تا آخر عمر نمیتونه، من نمیتونم تا آخر عمر توی رورک راه برم. چرا؟ به خاطری که اگر یه روزی این رورواک رو از من گرفتن میخورم زمین، پس باید روی اینم اتکا نکنم، من باید روی تلاشای فردی خودم به واسطه آگاهی و چیزی که پیدا کردم دست پیدا کنم. ما قربانی خیلی از مسائل شدیم در زندگی، که حالا بد نیست من یک دوره فرایند جنسی رو هم براتون توضیح بدم. نظریه فروید رو میخوام بگم، یکی از روانشناسان و روانکاوان بزرگ که اومده چند تا نظریه داده، که ما میخوایم در این رابطه صحبت بکنیم، که ما میایم مراحل جنسی رو میخوایم بررسی بکنیم. ما توی قسمت ابتدایی که میخوایم صحبت بکنیم، میایم توی مرحله‌ای که یک کودک بین 0 تا 1 ساله، مرحله اورال بهش میگن، دهانی. یعنی خیلی از مشکلات ما اینطوریه، اولین تجربه لذت رو بچه‌ای که به دنیا میاد از پستان مادر داره، اولین تجربه لذت، کام گرفتن از سینه مادر. خب این یه لذت خوبه براش. اگر کسایی که تو این دوره زیاد از حد شیر بخورن یا کمتر از حد شیر بخورن یا از پستان بگیرنشون، دچار یک قربانی شدن میشن، تو این دوره تثبیت میشن. اگر تو این دوره تثبیت بشن چه اتفاقی میفته؟ حالا ما چطوری قربانی شدیم؟ اولین قربانیای ما چطوری بوده؟ من مثلا یه بچه‌ای بودم، خب سبکای فرزند پروری به طبق سیستم امروز نبود. الان چند سالیه نمیدونم مهارت‌های زندگی اومده. مهارت‌های زندگی سال 1994 یا 93 پیریزی شد و تو اون سال‌ها به اصطلاح پیش بردنش اومدن گفتن که چیه؟ سازمان بهداشت جهانی WHO اومد این 10 تا مهارت رو گذاشت جزء مهارت‌هایی که زندگی داره. سبک‌های فرزندپروری نبود، یه علم نوظهوره. سبک فرزندپروری رو بلد نبودن. دنیای مدرنیته رو خانواده نمی‌دونستن طبق عادت‌های خودشون. مادری می‌خواست منو از شیر بگیره، یه تیکه از گیسش رو می‌برید، می‌ذاش رو پستونش. صبح که من بلند می‌شدم می‌خواستم برم سمت سینه مادر، یه دفعه نگام کردم، اولین جایی که قربانی شدم اونجا بود. فلفل یا فلفل میزدن، چیزی که ابجه من بود، عشق من بود، میخواستم بخورم، میکردم دهنم تا دیروز شیرین و خوشمزه و خوشتم بود، دهنم میسوخت. اونجا اولین قربان، شاید این ثبت میشه، ما تو اون دوره تثبیت شدیم. خب وقتی تو این دوره تثبیت میشیم چه اتفاقی میفته؟ ما خیلی حرف میزنیم، آدم حرافی هستیم، خیلی میخوریم، خیلی مینوشیم، اینا جزء کارهایی که ما میکنه. و شاید همین سیگاری که ما داریم دست میگیریم و میکشیم یه قسمتش، حالا همش نه، یه قسمتش برمیگرده که تو این دوره ما تثبیت شدیم. ارضای دهانی، کام گرفتن،
این میتونه تو اون قسمت بشه. ما اونجا مورد به قول معروف قربانی شدن اینجا قرار گرفتیم. خیلی همون آدم زیاد میخوریم، این میتونه برگرده به اونجا. خیلی حرف میزنیم، سیگار میکشیم، میتونه برگرده به اونجا. یه دوره دیگه یه ما داریم بین دوره 1 تا 3 ساله، مقعدی. دوره مقعدی چی هستش؟ بچه در این سن لذتش از حال از دهان میاد به مقعد. یعنی چی؟ از دستشویی کردن، یعنی از مدفوع کردن و از مدفوع نکردن لذت میبره. ما اونجا هم قربانی شدیم. چطوری قربانی شدیم؟ رفتیم سر دستشویی نشستیم. بعضی همون که مادرامون فهمیده و با درایت بودن و با آموزش های زندگی و مهارت های زندگی آموزش، بچه رو آروم میکردن دستشویی کنن. بچه فکر میکرد که داره مدفوع میکنه، داره به ما گیف میده، داره به ما هدیه میده. بعضی هم میزدن تو سر کله بچه. خب اینجا هم یک بار دیگه ما قربانی شدیم. حالا چه تأثیراتی رو میگذاره؟ البته ناگفته نمونه، وسواس هم در مادر میتونه تأثیراتی رو داشته باشه روی فرایندهای ذهنی و مسائل جنسی. مادری که خیلی وسواس داره بچهشو بشوره، موقعی که دستشویی هستش خیلی آب میریزه و میشوره، اون اتفاق میفته. ما موقعی که تو اینجور هستیم یا شلخته میشیم یا وسواس رو نظم داریم. چرا یا شلخته میشیم یا وسواس رو نظم داریم؟ چون ما گفتیم تو این دوره از نگه داشتنش لذت میبره، از بیرون دادنش هم لذت میبره. یعنی حد تعادل نداره وسطش، یا خیلی منظم میشه یا آدم خیلی شلخته ای میشه، یا ریخت و پاش زیاد میکنه یا نگه میداره. خیلی از این کلکسیوندارها به خاطر که تو این دوره تثبیت شدن، جمع آوری کلکسیون و فلان اینا، حالا شاید کار خوبی باشه اجتماعی، ولی یه درصدش برمیگرده به این. مرحله بعدی رو که ما میخوایم در رابطه‌اش صحبت بکنیم بین 3 تا 6 سال دوره آلتی. در این موقع هاست که بچه‌ها میان متوجه میشن که جنسیت خودشون رو میخوان امتحان کنن. توی مرحله خودآگاهی، مراحل ابتدایی و مقدمه خودآگاهی، خود جنسیتیشو متوجه بشه. پسره میاد توی جمع میکشش پایین، من یه چیزی دارم، دختره که من یه چیزی ندارم، این داره میشناسه. اگر ما تو این دوره به این بچه ها، نمیدونم دوره آلتی یا فالیک، اگر ما تو این دوره ها به بچه ها خوب برخورد نکنیم، یه اتفاق میفته. اگه دقت کرده باشی بچه ما سبکای فرزند پروریمون خیلیه. یه مثلا یه من خودم خاطرم یه اتاق اینجوری داشتیم 12 تا بچه بغل هم میخوابید. بچه کوچیک 3-4 سال بغل مادرش بود. الان بچه رو میبرن توی اتاق دیگه. البته فقرم دامن میزنه به این رفتارها، نه اینی که بگیم اینو منشأش این هستش، فقرم هست، شاید نداشته باشه طرف. اما وقتی بچه بغل ننه خوابیده تا 3 سال، بابای میگه خب حالا 3 سال این مادر مال تو بود، حالا دوباره برش گردون به خودم که کار زندگی دارم. خب اینجا بچه پسر اگر باشه یه عقده‌ای به وجود میاد به نام عقده ادیپ، ترس از اختگی. دختر باشه عقده الکترا. اینا چیزهایی است که ما رو میبره توی کودکیمون و میکه. و بعد از این دوره نهفتگیه. دوره نهفتگی بین 6 تا 11 ساله این اتفاق هم میفته. ما تو این دوره نهفتگی بچه های همسن و سال ارتباطات خاصی رو بر اساس غرایز جنسی براشون به وجود میاد که بعضی مواقع پدر و مادر چون هوشیار نیستن دامن میزنن. چرا این کار کردی؟ چرا اینطور شد؟ اما اگر بتونیم شاخ و برگای اضافیش رو بزنیم، مطمئنا بچه ما آسیب نخواهد دید. و مرحله آخر که مرحله تناسلی هستش، از 12 سال شروع میشه تا اینجا بگم والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینه که ما تا اون مرحله آخر تو این مرحله جنسیه هستیم، تو دوره تناسلیه واقع میمونیم. اینه که ما باید اینها رو بدونیم. بس به خاطر همینه که ما میایم میگیم که اعتیاد رو باید شروع بکنیم.
و نیاز هستش که از همون دوره کودکی، حالا اگر ما خودمون آسیب دیدیم این تو ذهنمون باشه برای فرزندانمون، اگر به هر جهت خودمون شرایطی رو نداشتیم و اگر هم با خودمون نمیتونیم کنار بیایم، ببینیم که واقعا بیماری اعتیاد اینجاست. میخوام بگم که بیماری اعتیاد از کودکی شروع شده و همونطور که گفتم خانواده و اجتماع و خود من هم دخیل بودم. این نیست که من امروز خودمو بذارم این وسط یک سر تازیانه بزنم. گاهی مواقعا باید به این نقطه دست پیدا بکنم که خب این بیماری از کودکی برای من به وجود اومده و امکان بهبودی هم وجود داره. من میتونم این بیماری رو در نقطه متوقفش کنم و پس از آن امکان بهبودی هم وجود داره. برای جلسه بعدمون ما میخوایم در رابطه با توقف چرخه مصرف صحبت بکنیم، در رابطه با برانگیزاننده ها صحبت بکنیم. امیدوارم که تا این قسمت مورد وسوقتون قرار گرفته باشه. از مؤسسه معجزه طول امید هم تشکر میکنم که این امکان آموزش رو برای ما مهیا کرد. با دعای آرامش جلسمون رو پایان میدیم. خداوندا، خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، سلامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. خب عزیزان جان و مخاطبین نازنین آینه با متخصصین، این برنامه را با هم شنیدیم. امیدوارم که این برنامه وارد وسوقتون قرار گرفته باشد. قسمت دوم این برنامه را هفته آینده به سم و نظرتان میرسانیم. تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفره‌هایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما بر دوام باد. در پناه بهترین بادیگارد جهان هستی. آینه با متخصصی. برنامه‌ای از مجتبی دشتی.